خب، تشکر از دوستان و بعد از دن این فیلم که من چندین بار، شاید پنجامی این باری که این فیلم رو میبینم، اول چند نکته در مورد سینمای کوبریک من باید بگم که خیلی اهمیت داره، کوبریک به اعتقاد بسیاری از به اصطلاح تاریخ‌دانان سینما اگر از سینمای هنری و از سینمایی که ما نمیگیم سینمایی که به عنوان هنر ما میشناسیم و اصلا اون با این سینما قابل مقایسه نیست این سینمایی که به بش... عمدتا گفته میشه سینمای تجاری اون چیزی که در اینجا بینیم اگر از اون سینما بگذریم که نمونه‌هاش هم ما در اینجا داشتیم و چندین فیلم دیدیم اگر از اون سینما بگذاریم کوبریک به اعتقاد تاریخدانان سینما بعد از چارلی چاپلین شاید بزرگترین کارگردان تاریخ سینما هستش از لحاظ چه فناوری فیلم, فیلم و چه به اصطلاح وسواسی که وجود داره وسواسی که یکی از چیزهایی که بین چاپلین و کوبریک پرفکسیونیسمی که بین چاپلین و کوبریک وجود داره در بعضی از سهنهها بعضی از سنهها چاپلین بعضی از صحنههاش رو تا صد بار برداشت میکرد تا برسه به اون چیزی که میخواد و کوبریک همین پرفکسیونیست واقعی بود و یکی از نکات جالب در فیلمهای کوبریک در واقعی بودنشون هستش ریالیستیک بودنش هستش اگر کسانی که فیلم اودیسه 2001 رو دیدن در ایران با نام راز کیهان نشون داده شده فیلم اودیسه 2001 رو شما امروز اگه ببینید فیلم اودیسه 2001 سال 1978 ساخته شده یعنی در حدود 50 سال پیش اگر این فیلم رو امروز شما ببینید اصلا چیز خندداری به نظرتون نمیرسه یعنی فکر ممکنه کاملا فکر کنید که این فیلم همین سال گذشته ساخته شده با هیچ کدوم از فیلم های فضایی که حتی در سال بعدش می سازن. یعنی در دهه هفتاد می سازن قابل مقایسه نیست وقتی ما اون فیلم های دهی رو می بینیم که که به آینده ساختن امروز به نظرمون کاملا خنده آور میاد و خب ولی وقتی فیلم کوبریک رو می بینید 2001 رو می بینید به نظرتون میاد این باید تازه ساخته شده باشه مثلا فقط کسانی که فیلم دیدن بهشون اشاره میکنم توی فیلم اودیسه 2001 فضانورده که تو نیسکای فضایی هستن از یه چیزی استفاده میکنن که برای شما امروز کاملا طبیعه که آیپد یعنی یه دستگاهی این آیپد هایی که امروز شما دارین که میذارن جلوشون تلویزیون نگاه میکنن و غیر دقت کنید اصلا در اون زمان آیپدی بیرون وجود نداشته خب این سوال مطرحه ای که کوبریک این رو از کجا آورده؟ او آیا تخیلشه؟ این نیست. کوبریک برای فیلم‌هاش که در این فیلم حالا اشاره میکنم کجا شما میبینید و از این یک قصدی دارم از در اون گفتن این مسئله. کوبریک به دلیل همون پرفکشنیسمی که داشت در فیلم‌هاش از متخصصترین افراد استفاده می‌کرد. در ساخت فیلم اودیسه 2001 کوبریک از چندین دانشمند نازا استفاده میکنه و پروژه هایی که نازا داره روش کار میکنه از جمله همین پروژه آیپد و غیره رو اینها رو میاره در داخل فیلمش به من این توی تخیل کوبریک نبوده که اون دستگاهی که ما در فیلم میبینیم یا اون دستگاه های که افراد رو به خواب فرو میبره و غیره اینها تمام چیزهایی که از اون دانشمندان میگیره و میاره توی فیلمش حالا اگه اینجا توی فیلم نگاه کنید به گفتگوهایی که در نگاه کنید به گفتگوهایی که توی هواپیما اتفاق میفته این گفتگوها گفتگوهای فوقلاده حرفه است یعنی گفتگوهای نظامی در حد دیگه غیر قابل باوره مثلا در اون صحنه که میبینید که دستور باز کردن بمب رو میده که کدهایی که اینا نظامی ها با هم حرف میزنن و تمام اینها به واقعیت نزدیکه و اصلا واقعی هستش و برای تمام اینها کوبریک فوق العاده به صلاح وقت میگذاشت و گفتم یک پرفکسیونیسم در حد در حقیقت اصلا میشه گفت جنون مثلا کوبریک وقتی میخواست فیلماش به فرانسه ترجمه بشه میامد و تمام کسانی که میخواستن جایی که هر کسی صحبت کنن باید اودیسیون میشدن و بعضی وقتا یعنی گوش میداد که این صدا تو فرانسه میخوره به اون شخصیت یا نه و بعضی وقتا ده ها به بلکه صدها نفر رو گوش میداد تا یک نفر رو انتخاب کنه که به جای کی صحبت بکنه به همین جهت هست که تعداد فیلم هایی که کوبریک ساخته خیلی کمه من فیلم کنم سیزده سیزده, سیزده تا فیلم ساخته کوبریک در عمرش و که کوتاه هم نبوده ولی تقریبا هر کدومش در ژانری که ساخته شده یک الگوی کامل برای اون ژانره، مثلا فیلم شاینینگ در الگوی وحشت فیلم فول متال جکت در به اصطلاح ژانر فیلم جنگی این فیلم در ژانر کمدی کمدی وحشت و دیگه بقیه فیلم های دیگه ای که کوبریک ساخته حتی این فیلم آخرش که خودش تموم نکرد چشمان تمام چرا فیلم تمام کرد به اکران نرسید به حال هر کدوم از اینها واقعا یک الگوی کامل هستن این رو از این نقطه نظر میگم که اولین چیزی که به نظر میرسه این است که چیزی که کوبریک ازش در این فیلم صحبت میکنه یعنی پایان بشریت از طریق یک جنگ اتمی کامل که صحنه آخر فیلمه که میبینید که با موزیکی که گذاشتون صحنه آخر و زمانیه که ساخته که بومپا دارن منفجر میشن و ماشینی که ازش صحبت میشه توی فیلم ماشین اتوماتیک انفجارهای متقابل و حملات متقابل اتمی آیا این تخیل کوبریکه یا این واقعیت متاسفانه پاسخ اینه که این واقعیت هم واقعیت در بوده تاریخی که من صحبت خواهم کرد و در اون دوره هم امروز واقعیت افرادی که کنشگران اصلی هستند برای در حقیقت در سیستم نظامی ما در هواپیما میبینیمشون و همینطور تو اون دو تا فضای دیگه که گفتش پویا نظامی ها از جنرال ها تا سربازهای های پایه سیاست مدار ها که باز در جای مختلف میبینیم این دوتا کنشگر اصلی آی چنین حدی و جریانی که وجود داره یعنی باور بسیار سختی که نظامی ها دارند به راه حل های نظامی حتی در موقعیت هایی که دیگه گروتسکه کاملا مسکه یعنی اینکه اونجا اسکات هستش دیگه اون بله جورج اسکات. جورج اسکات در اون اتاق میگه که اینا رفتن و ما دیگه دستمون بهشون نمیرسه ولی کاری که میتونیم بکنیم اینه که دستور بدیم بقیه پایگاه های روسیه هم بزنن در این صورت به جای اینکه مثلا 150 میلیون بمیرن 20 میلیون میمیرن و این خیلی بهتره یا آخرش که گفته میشه که باید همه بریم توی معدن برای فاصله میگه که خب ممکنه اینا کلک زده باشن و بعد بمبای رو ذخیره کنن که بعد از صد سال که از معدن میان بیرون از ما جلوتر باشن اینها کاملا ابسورده کاملا پوچ به نظر شما میرسه ولی آیا این ابسوردیته واقعیت نداره متاسفانه داره در درک نظامی از واقعیت اجتماعی این ابسوردیته ابسوردیته نیست این یک, وا... یک نوع نگاه به واقعیت که بر اساس اون امروز داره تصمیم گیری میشه و داره جهان داره به این شکل اداره میشه و من به این اشاره میکنم در نگاه سیاست رو از اون طرف میبینیم که سیاست مدارانی که تصمیم گیرندگانی هستن برای تمام بشریت و سیاستمدارانی که در حقیقت به هیچ چیزی فکر نمیکنن جز به منافع خودشون و در حقیقت کاملا این پوچی رو باز به یک شکل گروتسکی در اونجا هم ما می بینیم آیا این واقعیت نداره؟ متاسفانه واقعیت داره و امروز ما بعض از این فیلم الان از این فیلم من فکر کنم بیش از 50 سال گذشته نزدیک 60 سال از این فیلم گذشته خب امروز که 60 سال از این فیلم گذشته بر... ب... نگاه کنیم به وضعیتی که جهان داره چه کسانی در دنیا دارن حکومت میکنن روی همین دوتا ابرقدرتی که در این فیلم ما میبینیم از یک طرف که فردی نیمه دیوانه نمه دیوانه به دیوانگی مطلق که ترامپ هست که امروز یعنی روزی نیست که ترامپ یک جنجال در آمریکا برقرار نکنه دیروز که گفته بود که کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و هایتی اینا مسترا هستن و از اینا نباید از کلمه مسترا استفاده کرد شیت و از اینا نباید چیز بیاد حالا هنوز به قول مطبوعات و تلویزیونی ها توی آمریکا میگن ما اصلا فرصت نمی کنیم صحبت ها رو تموم کنیم راجع به حرف های ترام. چون اون قبلیه تموم نشده یه جدید میاد امروز مصاحبهش با وال استریت همین امروز که دارم میگم همین امروز جانی دیشب تو آمریکا امروز مصاحبهش با وال استریت جورنال در اومده وال جورنال باش مصاحبه کرده و عین حرفاشو گذاشته عین حرفاشو گذاشته خب این کارم البته خب کاری بوده که خود ترامپ که اصلا ناراحت نیست فکر نمی کنه اصلا حرفی که میزنه بده البته خبرنگار در اونجا کاملا میخواسته اون افی رو بگیره که شنیدن حرفای ترامپ به صورت مکتوب روی افراد داره از و الان تمام تلویزیون های آمریکا دارن روی این مصاحبه آخرش صحبت میکنن که توی مصاحبه آخر از جمله که از چیزایی که گفته گفته که من باهوشترین آدمی هستم که تا الان در کره زمین وجود داشت عین همین عبارت که گفت گفته باهوشترین آدمی که تا الان در کره زمین وجود داشت خب این یه مقدار خنده داره ولی دقت کنید که آمریکایی‌ها دارن به خودشون میلرزن به دلیل اینکه چنین آدمی مثل همون شخصیت ریپر در فیلم آدمیه که کودهای اتمی آمریکا دستشه و در یک حالت جنون‌آمیزی که اون ور دنیا هم یک آدم دیوانه دیگه ای. مثل کیمیل جونگ نمیدونم چی اون دیوانه که به نظر من به دیوانگی ترامپ نیست اون در حقیقت در حاکمیت در این وسط هم یک فرد مافیایی وحشتناکی مثل پوتی خب وضعیت جهان در چنین حالتی هستش اینکه جهان میتونه آیا با یک کانفلیکت اتمی با یک تنش بزرگ اتمی تموم بشه جهان انسان ما داریم صحبت کنیم کاملا محتمل یعنی این اصلا یک چیز به دور از ذهن نیست زمانی که مسئله بمب اتمی مطرح شد که الان من بهش برمیگردم خواهم گفت که این کاملا غیر محتمل فرض میشد بر اساس ایدولوژی وحشت یعنی در حقیقت همین دستگاه که وجودم داره که مقابله به مصر کنه و در این حال بر اساس این که هر کسی میدونه این جمله معروفه کندی هستش و افراد مختلف سیاستمداران مختلف این رو گفتن که جنگ, جنگ اتمی هرگز اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه در این جنگ برنده ای وجود نداره فقط بازنده وجود داره و همه بشریت بازنده خواهد شد بر این اساس شاید نزدیک به 50 یا 60 سال ما جلو رفتیم تا الان اومدیم اما چیزی که در این و کوبریک اینجا نشون میده چه نبوغی داره چیزی که در این محاسبه نشده احتمال جنونه احتمال اتفاقه اصلا خود احتماله خود اتفاقه مثل هواپیمایی که دستگاهش منفجر میشه خودش از بین میره فرد دیوانه ای که شما باش سرکار دارید مثل اون جنرال اول فیلم و دقیقا آیا اون چیز دیگه ای که کوبریک مطرح میکنه که تئوری های کانسپیریسی هست یعنی کانسپیریسی تهوری های هست یعنی تهوری های توته نمیدونم چقدر شما در مورد تئوری های توته اطلاع دارین ولی خب برید اینو بزنید تو گوگل میبینید که ست بلکه هزاران سایت اینترنتی الان وجود داره که متمرکز هم روی تئوری های توته که در همه چی توته میبینن. در همه چی بدون هیچ استثنای از حمله فرض بکنید تروریستی به موج به به برج تجاری تا هر چیز دیگه ای که تصور کنید رو در این یک توته میبینه مشکل اساسی اینه که خود ترامپ هم کسی هستش که بسیار طرفدار کانسپریسی تئوری ها هستش و تئوری های توته هستش شبیه یا آدمی که در اینجا میبینید که تئوری که این داشت این بودش که کمونیست ها از طریق آب همه رو دارن مصموم کنم و بعد از فلوراید میزنن بعد از اینم که فلوراید ما امروز میزنیم باب میدونین که برای دندون و بعد از اینم میخوام توی شکر و قند و نمیدونم آرد و اینا و بستنی و اینا فلوراید بزنن به همین دلیل که اونجا میگه میگفت که من دیگه از مدت ها پیش فقط آب بارون میخورم اونجا میگفت برای من یه من، چیز درست کن آب مقطر و آب بارون آب بارون و آب مقطر و غیره که من بخورم و اینا برای که دارن ما رو مسموم میکنن و آیا توریای کانسپریسی از بین توریای توته از بین رفته ابدا هنوز هم جهان عمدتا داره بر اساس تهوری های توته میگرده اتفاقا این تماتیک که فیلم آخر کوبریک هستش که نمیدونم نمیشه نمایش داده یا ورشنی شاید شما اونو نمیشه نمایش اون نمیشه نمایش <متحدث> چند ورشن داره <متحدث> <متحدث> ورشن هم سباکش رو پیدا کنید و این نمایش بدیم اونجا ما میتونیم بحث بکنیم برای برتقدیر موضوع اونه پس این هم الان وجود داره اما در این وسط در واقع ما میخوایم بریم به سالی که فیلم ساخته شده و به صلاح زمینه سیاسی اجتماعی فیلم رو نشون بدیم و بیایم بعد به جلو و ببینیم که چطور فیلم ما رو با یک واقعیتی درگیر میکنه که امروز وضعیت بسیار پیشیده تری داره از اون چیزی که کوبریک در فیلم نشون میده درسته که کوبریک یک پیشبینی کرده و اون پیشبینی که ممکنه جهان با بمب اتمی از بین بره البته اون چیزی که گفته میشه در فیلم که حیات از بین میره چنین چیزی نیست حیات از بین نمیره با یک کانفلیکت با یک جنگ بزرگ اتمی حیات از بین نمیره به احتمال قوی هر چیزی که روی زمین هست از بین میره ولی از لحاظ به هر انسان شناسی میتونم بهتون بگم که همه چیز روی زمین نبوده چیزها از ک... کف اقیانوس اومدن روی زمین بنابراین حیات در اقیانوس ها ادامه پیدا خواهد کرد در به صلاح حالا ب... اینکه آیا دو مرتبه اتفاق خواهد افتاد یا نه اون ما نمیدونیم تحولی که به انسان رسید آیا این اتفاق افتاد خواهد افتاد یا نه اما فنومن حیات فنومن بسیار پیچیده است چهار میلیارد سال این فنومن عمر داره و بنابراین بعید به نظر میرسه که یک انفجار، انفجارهای متعددی که روی زمین اتفاق بیفته بتونه حیات رو از بین ببره ولی مسلما حیات رو برای انسان از بین میبره و انسان ها اگر هم باقی بمونن همونجوری با پناه بردن به پناهگاه اتمی هستن که البته الان ساخته شدن در جای مختلف دنیا و فروش هم میرن تبلیغش هم میتونید باز روی اینترنت پیدا کنید توی اعماق زمین افراد ثروتمند برای خودشون درست کردن و احتمالا اونا میتونن باقی بمونن اما مسئله خیلی پیچیده تر شده امروز مسئله تسلیحاتی که من سعی میکنم این رو در صحبتم نشون بدم اما اول برگردیم به سال که این فیلم ساخته شده سال 1964 است سال 1964, 1964. میخوام کنتکست رو زمانیش رو شما درک بکنید که خود هم در اینجا خیلی مهم این اقدار برمیگرده به تاریخ بمب اتمی بمب اتمی کی درست میشه چیزی که ما میدونیم امروز بر اساس اسناد منتشر شده ممکنه بعدها این چیزهایی که من میگم امروز بره زیر سوال به دلیل اینکه چیزهایی ممکنه بوده باشه که هنوز گفته نشده گفته میشه که همه چیز رو ما بعد از صد سال میگیم صد سال البته هنوز نشده اگر جنگ جهانی دوم رو در نظر بگیریم یعنی 1940 کل ماجرای جنگ جهانی دوم قاعدتا از لحاظ حقوقی در سال 2040 اسنادش منتشر خواهد شد این انتشار اسناد بسیار مهمه برای که بسیاری از دیدگاه های ما رو عوض میکنه وقتی اسناد استعماری منتشر شدن تمام دیدگاه ها به استعمار عوض شد و تحلیل ها عوض شد برای که ما اصلا چیز دیگه بوده استعمار از اون چیزی که فکر میکردیم خب ولی به اون چیزی که ما میدونیم چیه در طول جنگ جهانی دوم یعنی در فاصله سال 1940 تا 45 و قبل از اون کمی قبل از اون در اواخر دهه 30 بین سال 1935 تا 40 در فرانسه هستش که اولین بار مسئله بمب اتمی مطرح میشه و حتی میره به طرف ثبت شدن و غیر منتها این هنوز در مرحله میدونیم با اتمی یکی مسئله ساختشه یکی مسئله آزمایشش هستش و کاربردی کردنش و تا زمانی که کار آزمایش نمیشد هیچکی نمی نمیتونست بدونه که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد خب قبل از اینکه فرانسه بخواد از این, این رو به جایی برسونه که به اصطلاح به یک سلاح به عنوان یک سلاح, سلاح مطرح بشه جنگ شروع میشه فرانسه اشغال میشه مسئله بمب اتمی میفته در دست آلمانی ها که در مسئله شیمی بسیار جلو بودن در فیزیک بسیار جلو بودن انشتین میدونیم مرا آلمان بود اوپنهایمر و غیره که البته اینا از آلمان فرار میکنن خیلیشون یهودی هستن چون جمله که میرن فرار میکنن میرن به آمریکا آلمان بین سال 1940 تا 1000 تا آخر جنگ تقریبا تا آخرای جنگ تا 1944 به دنبال اینه که بمب اتمی رو بسازه و بین سال 1940 تا 1944 همه میدونن و این امروز در موردش کتاب های زیادی نوشته شده کسی که بمب اتمی رو بسازه و آزمایش کنه برنده جنگ و نه تنها برنده جنگه بلکه برنده دوران پسا جنگه یعنی دنیا رو کنترل خواهد کرد خب چه اتفاقی میفته کسی که میتونه این کار رو بکنه آلمان نیست آلمان نمیتونه به رغم تلاش های بسیار زیادی که میکنه هیتلر برای اینکه بتونه برسه به مرحله نهایی کردن بمب اتمی نمیتونه این کار رو بکنه آمریکا قبل از به اصطلاح آلمان هیتلری بمب رو میسازه مسئله حالا چی بوده این میشه سالهای 1944 مسئله این بوده که بمب اتمی باید آزمایش میشد و در اون زمان آزمایش های از نوع آزمایش هایی که بعدا از, از سال های 60-70 به بعد انجام شد میدونید امروز بمب اتمی رو یا دفن میکنن در به صلاح اعماق خیلی پایین زمین منفجرش میکنن یا تو های... که اطرافش خیلی فاصله است منفجر میکنن یا تو اقیانوسیه که اغلب اینا هم الان جلوش گرفته گرفته شد خب ولی دیگه الان دیگه اصلا موضوعیت نداره آزمایش بمب خواهم گفت به چه دلیل به دلیل تحول سلاحایی که اتفاق افتاده در اون زمان آزمایش بمب فقط به یک شکل امکان داشت آزمایش در اشل واقعی و روی زمین خب آمریکا چیکار کرد این کار رو برای که این کار رو بکنه یک در حقیقت کارزار تبلیغاتی به راه انداخت و یک ذهنیت ایجاد کرد که جنگ جهانی که یکی از خونین جنگهایی جنگ های بوده که تا الان وجود داشته از متوقف شده تو اروپا متوقف شده بود تو اروپا ولی ژاپن میخواد به جنگ ادامه بده که دروغ بود ژاپن نمیخواست اصلا نمیتونست ژاپن به جنگ ادامه بده به دلیل اینکه بمباران های کنونسیونل یعنی با بمب های معمولی که توی ژاپن انجام شد قبل از اینکه بمب های انداخته بشه ژاپن رو به کلی تخریب کرده بود همون کاری که متفقین به خصوص آمریکا توی آلمان کردن یعنی آلمان رو اکسان با خاک واقعا یکسان کردن وقتی میگم با خاک یکسان یعنی با خاک یکسان آلمان غربی رو نه آلمان شرقی رو با خاک یکسان کرد این کار تو ژاپن هم کرده بودن تعداد کسایی که تو ژاپن از بمباران های غیر هسته‌ای کشته شدن بین سال بین سال های 43 44 بسیار بیشتر از کسایی است که توی هیروشیما و ناکازاکی کشته شدند. مونتا آمریکا میخواست که قبل از اتمام جنگ این بمب رو در اشل واقعی آزمایش کنه. به این جهت بود که دو تا بمب معروفش رو روی به اصطلاح هیروشیما و ناکازاکی انداخت و بعد بلافاصله اعلام کرد که ما با این کار جلوی میلیون ها آدمی که ممکن بود کشته بشن در ادامه جنگ رو میگیریم یکی از دروغ های معمولی که دائما گفته میشه و آدم های زیادی به خاطرش کشته میشن مثل همین دروغی که در مورد صدام وجود داشت و میدونید تونی بلر از یک طرف و و بوش جورج بوش از طرف دیگه دروغ بزرگی که گفتن که صدام داره به تسلیحات اتمی که سه ساعته میتونن حمله کنن به واشنگتن و این دروغ محض بود شخصیت دانشمند در اینجا نه دانشمند دیوانه که در فیلم میبینید که پیتر سلرز بازی میکنه در انگلستان اتفاق افتاد کسی که در واقع وادارش کردن در انگلستان بلر وادارش کردن بیاد و دروغ بگه به عنوان دانشمند در واقع اسمش رو فراموش کردم یک دانشمند اتمی انگلیسی انگلیس بود که وادارش کردن به دروغ بگه که مطالعات ما نشون میده که عراق دارای سلاح اتمی هستش و این خودکشی که اگر برگردیم به یکی از وقایعی که اتفاق افتاد بعد از اینکه ما مشخص شد صدام اصلا سلاحی نداشته خودکشی این دانشمند اتمی انگلیس بود که نمیتونست با وجدان خودش کنار بیاد وقتی دید که چقدر آدم کشته شدن بر اساس دروغ او چقدر آدم کشته شدن در که آدم سیاسی از این مسئله اصلا ناراحت نبودن بل، بلر تونی بلر اصلا اومد دروغ گفت بعدش گفت خب حالا اصلا از اونم بگذاریم صدام خیلی آدم چیزی بود از لحاظ حقوق بشر هم مردمش رو داشت میکش مثلا موضوع رو عوض کرد به کلی رفت توی فاز دیگه خب بنابراین ما میبینیم که مسئله بمب اتمی اونجا در واقعیت عملی خودش رو نشون میده و میفته و انفجارها انجام میگیره وحشتی که در اونجا به وجود میاد یک شوک دراز مدت برای انسان ایجاد میکنه و از اون یک ایدئولوژی میاد بیرون که بهش میگن ایدئولوژی یا بهش میگن یک سیاست اسمش معلوم فراموش کردم به فارسی در واقع اه، اه، یک نوع اه، اه، چی میگن اه، دفاع, اه، بازدارنده بازدارنده. بازدارنده مرسی. دفاع بازدارنده بله دفاع بازدارنده ایدولوژی دفاع بازدارنده همین چیزیه که گفتم یعنی چی یعنی اینکه هیچکس از بمب اتمی علی اون, اون یکی استفاده نخواهد کرد به دلیل اینکه میدونه که استفاده از بمب اتمی علیه اون یکی به معنی از بین بردن اون طرف مقابل نیست بلکه به معنی از بین بردن کل بشریت و از جمله خودش به این گفتن استراتژی دفاع بازدارنده و بسیار مورد تایید بود از جمله خیلی از افراد مثل گفتم کندی و دیگران از این صحبت کردن اما هر اندازه که جلو آمدیم ما دیدیم که در این وسط فقط آدم های معقول نیستن که حرف میزنن نگاه بندازیم به اتفاقاتی که میفته بعد از جنگ جهانی دوم من فقط تاریخ رو ذکر میکنم تا ببینید که سیر تاریخی وقتی فاصله باش میگیرید چطوری تکه های پازل رو کنار همدیگه میچین سال 1945 یا تقریبا 46 جنگ جهانی اول تموم میشه در کنفرانس تهران و بعد در کنفرانس یالتا جهان تقسیم میشه بین دو قدرت جدید یعنی شوروی و آمریکا که هر دو دیگه دارای بمب اتمی هستن آخر جنگ جهانی شوروی هم دیگه بمب اتمی خودش رو داره و کمی بعد از جنگ یعنی کمی بعد از اتمام جنگ سال 1949 چهار سال یا یعنی سه سال بعد از جنگ جهانی دوم جنگ کره شروع میشه بین 1949 تا 1953 آمریکا وارد جنگ کره میشه سال 1947 دو سال بعد از جنگ یا یک سال یا دو سال بعد از جنگ، پایان جنگ جهانی دوم سازمان سیایه درست میشه 1947 و شروع میکنه به سازماندهی خودش بعدا از یک طرف جنگ، جنگ، سلسله جنگ های ادامه پیدا میکنه که دیگه میتونم بهتون بگم 1949 1953 جنگ کره 1955 1975, 1975 جنگ ویتنام بعد همینجور بیاید جلو جنگ هم ترگز تقریبا متوقف نشده یکی از سیاست های عمومی آمریکا جنگ های به اصطلاح به این شکلی که ادامه بده سیاست شوروی هم در مقابلش جنگ های منطقه‌ای و ایجاد تنش های منطقی است در خیلی از جوام اینا از طریق سیستم های منطقی با هم درگیر میشه خب ولی از اون طرف سیایه در حقیقت بعد از اینکه به وجود میاد بلا فاصله بر اساس این سیاستش رو تنظیم میکنه که به هیچ عنوان نباید آرامش در جهان وجود داشته باشه آرامش در واقع حالا اگه فیلم بوش رو نشون بدیم دبلیوی اولیور استون رو نشون بدیم تو اون میبینیم به هیچ وجه نباید آرامش وجود داشته باشه بنابراین دموکراتیزاسیون در پیرامون معناش تخریب قدرت نظامی و نظامیگرها در مرکزه تز این بوده بر اساس این تز سال 1947 سازمان سیایه درست میشه دو سال بعد اولین کودتا اتفاق میفته 1949 سوریه که شروع این داستان سوریه است تا امروز که آمریکا شروع میکنه سال 1949 چهار سال بعد ایران 1953 داستان کودتای 28 مرداد علیه ایران و تمام عواقبش که دیگه همه میدونید لازم نیست که من بهتون بگم سال 1954 یک سال بعد از کودتای ایران کودتای گواتمالا سال 1957 سه سال بعد از گواتمالا کودتای اندونزی سال 1959 در کوبا انقلاب میشه و آمریکا حمله میکنه به کوبا و در این سال جریانی به وجود میاد که کاملا به این فیلم نزدیکه که همه جا گفته میشه ما از چند سانتیمتری یک جنگ ج... اتمی بزرگ میریم کنار که بهش میگن بحران موشکی شوروی میاد در کوبا به صلاح موشک های اتمی نصب میکنه آمریکا اختار میده و کار میکشه به جای خیلی باریک بین کندی و خروشچف بحران کوبا حل میشه بحران کوبا حل میشه ولی نکته جالب در چی است نکته جالب در این هستش که چند سال بعد کندی به قتل میرسه داستانی که باز در فیلم جی سه تا فیلم الیور استون راجع به سه تا رئیس جمهور آمریکا ساخته جان اف کندی نیکسون و بوش که البته جی رو بهش خیلی اعتراض کردن یکی از هایی است که در مورد مرگ کندی وجود داره خب و بعد از اون هم که دیگه میبینید که ما وارد یک سلسله ای از جنگ ها و درگیری ها میشیم که تا امروز وجود داره با ترکیب های بسیار بسیار متنوع اینجاست که من میگم تزی که در این فیلم کوبریک مطرح میکنه یه مقداری امروز ساده انگارانه است به دلیل اینکه ترکیب که ما داریم در جهان امروز خیلی خیلی متنوعتر تر از این هست از ترکیب های انقلاب های که بهش میگن انقلاب های حالا مخملی تا فرض بکنید انقلاب های که انقلاب کودتا هست تا انقلاب های که مافیا درش دست داره تا ترکیب همکاری مافیا با در واقع دولت های ملی الان میدونید که از مسئله مهم آمریکا چیه همین داستان ترامپ رابطه تیم ترامپ هست با پوتین و مشخص امروز این دیگه صد در آمریکا که پوتین در انتخابات 2016 دست داشت یعنی روسیه دست داشته مسئله اینه که ترامپ چقدر در این قضیه دست داشته این مسلمه که ترامپ از طریق دویچه بانک از طریق بانک آلمان از سالها پیش از شاید 20 سال پیش یکی از کارهاش شستشوی پول های صلاح کثیف روسیه بوده و در سیستم های خودش و در ترانزکشنهاش و آدمهایی که باش ارتباط دارن خب رابطه پس دولت ملی با مافیا با سیستم های دیکتاتوری مسئله در اینجا پیچیدگی بسیار بالایی داره که بعد این پیچیدگی الان که از کارهایی که در واقع همین مولر که کمیسر ویژه هست که گذاشتن برای تحقیق روی مسئله دخالت روسیه در انتخابات آمریکا کرده همین دی پری روز یک متخصص بسیار ورزیده و قدیمی به اصطلاح جنایات سایبری بهش میگن رو استخدام کرده و تو تیمش آورده بخش بزرگ از داستان که اتفاق افتاده در این, این قضیه رابطه روسیه و آمریکا روی مسئله فضای مجازی بوده و ارتباطاتی که تو این فضا اتفاق میفته نوع در حقیقت سیستم های کشتار جمعی تغییر کرد خب در اینجا نکته ای که وجود داره چیه؟ نکته که وجود داره اینه که بمب اتمی بمب هسته و یا بمب هیدروژنی که شکل خیلی مخربتری هستش از بمب اتمی شاید هزار بار قویتره از بمبی که در هیروشیما انداختن اینها اولا تنها سلاح های نیست که وجود داره اینها سلاحهایی هستش که امروز هرچه بیشتر در موردش صحبت میشه به دلیل اینکه سلاح‌های دیگه‌ای که وجود داره و از جمله آمریکا حاضر نشده امضا کنه همین قرارداد یک یک معاهده بین‌المللی هست تحت عنوان معاهده سلاح‌های غیر متعارف حالا سلاح غیر متعارف چیه سلاح غیر متعارف کفش سلاحی هسته‌ایه برای که تصویری بهتون بدم کفش <laughs> سلاح های ای سلاحی که غیر متعارف چیه تمام سلاحهای بیولوژیک یعنی سلاح میکروبی سلاح به سلاح ویرال ویروسی که افراد رو از طریق انفجارهای ویرال یا انفجارهای میکروبی میکش سلاح بیولوژیک که نه تنها آدمها رو میتونه بکشه بلکه میتونه در یک مناطق کوچکتر و بزرگتری به طور کلی حیات رو از بین ببره یعنی ایجاد قحطی بکنه آلوده سازی بکنه و انواع اقسام سلاح های دیگه ای که های جنتیک سلاح که میتونه روی سیستم های ژنتیک تاثیرگذاری کنه و سلاحهای ترکیبی بین اینها که چیزهای وحشتناکی هستش و اصولا اصلاً این که اصلا اینکه ما با سلاحی روبرو هستیم چون ما همیشه تصویر اون از جنگ چیه تصویر از جنگ اینه که مثلا یک هواپیمای مثل قولفگرد میاد مثلا یه بوم میندازه صدای بزرگی میده اینا بعد همه میریم توی تصویر جنگ آینده این نیست تصویر جنگ آینده قبل از هر چیزی سلاح های سایبری هستش یعنی بد افسارهایی هست که همه ما در همه دستگاه داریم اصلا در مورد ایران که شک نکنید برای که هر باری یه نرم قلابی رو دانلود میکنید همراهش سیستم های ویرال رو هم وارد کامپیوترتون میکنید تنها راه مبارزه با این قضیه اینه که چیز ارزشمندی توی کامپیوتراتون نداشته باشه مثلا من که چیزی ندارم دقت میکنید سعی نکنید چیزی داشته باشیم چون هر چی دارید متعلق به کسانی که این کامپیوترها رو حک میکنن اینکه حالا استفاده نمیکنن دلیلش اینه که فعلا تقاضای اجتماعی برای مثلا کامپیوتر بنده یا مثلا آقای اصلانی خیلی پایینه مثلا من کی میقاد اطلاعاتشو مثلا به درد کسی نمیخوره ام شاید یک روزی مثلا بخوان همچین اطلاعاتی رو ولی فعلا تقاضایی برای این وجود نداره تقاضی که ولی بخ... اونها هم نگه میدارن این اطلاعات رو معمولا نگه میدارن برای روز مبادا که شاید که انقدر مهم بشه که بخوان علیش چیزی رو استفاده کن خب این سلاح ها و سلاح هایی که اصلا ممکنه به نظر نیست برای یک بمب ژنتیک یا یک بمب فرض کنید ویرال یه بمب هسته ای نیست که براش احتیاج به بمب افکن ب 52 وجود داشته باشه برای این میشه از طرق مختلفی بمب رو فرستاد و منفجر کرد و یک جامعه رو بدبخت کرد بجز اینکه که سیستم های حملات سایبری که ما تجربهش کردیم میدونید که در داستان چی بود استار استاکس زمانی بود که مسئله جنگ با ایران مطرح بود یعنی مسئله این که حمله میخواستن بکنن به ایران و آلترناتیو حمله نظامی به ایران همون ویروس استاکسنت بود که ساخته شد و فرستاده شد توی سیستم ایران که به کدوم کلی از بین بردون خطری رو که احساس میکرد خب این یک نمونه شه ولی به سیستم های حیاتی یک جامعه میشه به سادگی حمله کرد به سیستم برقش به سیستم آبش به سیستم سیستم های شهریش و میشه شما فقط تصور کنید که در شهر تهران سیستم برق سیستم مثلا برق در راهنمای رانندگی از کار بیفته تصور کن چه اتفاقی خواهد افتاد مثلا یک روز این سناریوهای وحشتناکه یک روز ساعت روز یک شنبه و دوشنبه ساعت دوازده ظهر یا مثلا یک بعد از ظهر برق تهران از کار بیفته تصور کن چه اتفاقی میفته با این اعصابی که مردم دارن <تصفح> 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 تصور کن چه اتفاقی خواهد افتاد اصلا لازم نیست که اصلا شما بمباران کنید جایی رو این خود به خود بمبارانه به این اضافه کنیم کل سلاحایی رو که بهش میگن به یه اصطلاحی که دارن بهش میگن سلاحای فقرا سلاحای فقرا چیه یعنی یک بمب اتمی برای اینکه ساخته بشه احتیاج به سرمایه های خیلی زیادی داره حتی کره شمالی که بمب اتمی ساخته علاوه بر هم هم کاریای المللی مردم خودش رو تقریبا در گرسنگی داره نگه هم داره برای که بتونه سطح خودش رو بالا بالا نگه داره و بمب اتمی بسازه و بتونه آزمایشش کنه حالا گروه از سلاح ها الان ظاهر شده کمتر در مورد حرف زده میشه به اغلب کلمه که از براش استفاده شده بهش گفتن دیرتی بامز بمب‌های های کسیف بمب کسیف چی؟ بمب کسیف اینه که یه بمب اتمی رو ساختن کار فوق العاده سختیه شما باید اورانیوم تولید کنید باید اینو ذخیره کنید باید سانتریفیوژ داشته باشید بعد باید, باید با تکنولوژی های خیلی خیلی پیشرفته داشته باشید بعد باید, باید آزمایش کنید بعد باید, باید یک را... یک موشک داشته باشید که اینو بتونید نصب کنید بعد این موشک بتونه قاره پیما باشه غیر اینا همین بله ولی بمب کثیف چیه که نمونه استفادهش وجود داشته در پاکستان چند سال پیش منفجر شد یک نمونه که بیشتر من فکر کنم آزمایش بود یعنی این انفجار برای این انجام گرفت که این پک رو ببینن چی بمب کثیف یعنی اینکه ما یک بمب متعارف رو بگیریم مثل بمب معمولی در این از عناصر هسته ای استفاده کنیم یعنی از طریق یک بمب متعارف یک آلودگی هسته ای ایجاد کنیم که این اصلا کار سختی نیست برخلاف اون که شما خواهید بمبی بسازید که مثلا یک شهر یه میلیونی رو از بین ببره میتونید یه بمب بسازید که این بمب ایجاد چی بکنه ایجاد به اصطلاح یک انفجار کوچیک بکنه ولی آلودگی زیاد و تعداد زیادی رو یا همون موقع بکشه یا در به یک پریود فرض کنین چند هفته یا چند ماه خب یکی از دلایلی که آمریکا اون معاهده رو امضا نمیکنه اینه که آمریکا استدلالش قبل از ترامپ و اینا یعنی به دیوانگی ترامپ هم ربط نداره استدلالش آمریکا اینه که میگه تا زمانی که امکان ساخت بمب‌های غیر متعارف و تسلیح... تسلیحات غیر متعارف وجود داره برای تروریست ها که ما میدونیم وجود داره با همون چیزهایی که امروز توی داروخانه ها شما میتونید پیدا کنید یا توی مغازهای بقالی میتونید پیدا کنید تا زمانی که این وجود داره ما باید از لحاظ علمی در اوج این کار باشیم یعنی اگر جایی با این وسیله ما رو بهمون حمله کرد ما با همین وسیله بهش حمله میکنیم این که حالا چقدر درش منطق است به نظر من این برمیگرده به همون منطق جنون آمیزی که ما در فیلم میبینیم چون این در یک جا متوقف نمیشه مسئله اساسی اینه که با همین استدلال امروز از, از سپتامبر 2001 که حمله شد به برج‌های توقلو تو آمریکا آمریکا در عرض در واقع 15 16 سال دنیا رو رسونده به مرز نابودی تروریسم بین‌المللی ابدا از طریق سیستم های و متعارف عمل نمی کنه. از هیچ لحاظ از هیچ لحاظ دیگه جنگ جنگی نیست که بین رزمناو آمریکایی با رزمناو روسیه انجام بشه یا بین زیردریایی این کشور بزرگ با مثلا کشتی اون کشور بزرگ یا بین موشک به ضد هوایی این کشور با موشک ضد زم... زمینی اون یکی کشور جنگ جنگی که در روی سطح و به شکل بهش میگن جنگ های آسیمتریک جنگ های غیر متقارن یعنی شما یک طرف ممکنه یک قولی مثل آمریکا باشه یک طرف دیگه یک نفر آدم باشه این یک بعد از اینکه آمریکا مسئله القاعده رو ساخت و اول طالبان بعد القاعده و بعد داعش رو ساخت هدفش چی بود هدفش این بود که یک زده در واقع قدرتی بسازه در مقابل قدرت شیعه که تصور میکرد که خطرناکه و همینطور یک ضد قدرتی بسازه اول اول علیه روسیه شوروی که وقتی اولین بار طالبان ساخته شدن علیه شوروی بود در سال 1980 خب ولی بعد کنترلش از دستش خارج شد کنترلش از دستش خارج شد و خب ما به چی رسیدیم به این رسیدیم که داعش و سیستم های بسطلا تروریستی اصلا شکل کارشون مثل سیستم های تروریستی قبلی نیست پر داعش قبل از اینکه از بین بره هزاران مهندس براش کار میکردن استخدامش بودن اصلا و حمله نمیکرد به چیزای نفتی استخراج میکرد و بعد اینا رو از طریق کامیون میفرستاد به ترکیه و اون موقع ترکیه هم کمک میکرد برای اینکه این, این کامیون ها وارد بشه و خودش هم استفاده میکرد از این کامیون هایی که از به اصطلاح عراق می اومد و سود خودشون رو میبرد از این قضیه وقتی ترکیه افتاد به جایی که این داستان ترور از طریق مسئله کردها کشیده شد به خاکش بود که جلوی اون قضیه رو گرفت و شروع کرد به همکاری کردن برای اینکه جلوی نفت داعش به طرف به صلاح ورودی های ترک که از اونجا صادر بشه گرفته بشه میبینیم که ما اصولا در یک جهان دیگه هستیم که جهانی که در فیلم دیده میشه در مقابلش واقعا یک جهان خیلی خیلی هنوز بچگونه هستش خب من بحثم رو سعی میکنم که در اینجا نتیجه گیری کنم و تموم کنم نمیدونم صبح، صبح، وقتی برای سوال میمونه یا نه ولی بحث اساسی که در اینجا و با این فیلم ما داریم این هست که در برابر قدرت های بزرگی که جز به باز تولید خودشون فکر نمی کنن. مثل قدرت های نظامی مثل قدرت های سیاسی هیچ راه حل نه فناورانه وجود داره نه هیچ راه حل به خصوص خشونت آمیز این چیزیست که من در همین چند هفته چند بار نوشتم و خواهم نوشت بازی خشونت بازی که از قبل ما درش باختیم به هر شکلی این بازی انجام بگیره بازنده درش کسانیه که کار اصلیشون خشونت نیست و برنده کسانی هستند که کار اصلیشون خوشونده. هر جور این بازی انجام میگیره هر کجا انجام میگیره با هر ابزاری انجام میگیره هیچ بردی برای کسانی که کارشون خوشونت نیست وجود نداره کاری که میشه کرد و باید کرد دفاع از آزادی دفاع از شفافیت دفاع از باز شدن سیستم هایی است که در واقع سیاست رو از دست سیاستمداران خارج کنه مسائل سیاستمداران حرفه ای منظور است سیاست بازها. ما امروز در سیستم های پیچیده ای زندگی می که این سیستم های پیچیده سیستم هایی هستند که باید به وسیله مشارکت عمومی کنترل بشن. من طرفدار ابدا تئوری های نیستم نیست ابدا. معتقدم تئوری های توته نقش بسیار الگی وقتی بحثش فرصتش بود خواهیم کرد تئوری های توته در طول 50 سال گذشته از ابزارهای اصلی دستکاری قدرت های بزرگ علیه مردم بود استور سازی ها قهرمان سازی ها بردن افکار به طرف چیزهایی که واقعا بی خوده بی اینا ابزارهای اصلی سیستم های قدرت هست که ما همیشه توش بازنده بنابراین مسئله در اینجا این است که ما بتونیم به طرف سیستم های بازی بریم که شفافیت مهمترین امره در اینجا مثالی که وجود داره در مقابلمون کاملا روشنه نگاه کنید که آمریکا یک سال پیش به دلایلی که حالا جا جایی صحبتش اینجا نیست من در هم موقع چندین مقاله نوشتم در مورد اینکه چرا ترامپ اومد سر کار چرا یک امری اتفاق افتاد که هیچ کس تصور نمیکرد هیچ کس هیچ کس 99 درصد کسانی که توی آمریکا بودن مفسرینش خبرنگارانش تحلیلگرانش منم پیش بینی نمیکردم همه ممکن بود یک ته دلشون یک درصد بگن که ممکنه چنین اتفاق بیفته ولی بازم معتقدم که ترامپ یک اشتباه بود یک اشتباه بزرگی بود. ولی شما نگاه کنید در مقایسه بکنید بین ترامپ و پوتین آمریکایی که ترامپ به دلیل توته یا به دلیل اشتباه یا به هر دلیلی منافع سرمایه داری هر چی میخواین آمده سر کار جنبش مقاومتی که امروز در آمریکا شکل گرفته این رو من میگم چون به صورت روزمره دارم دنبال میکنم جنبش مقاومتی که در آمریکا به وجود اومده در این یک سال اخیر بینظیره در تاریخ آمریکا بینظیره حتی در دوره مبارزات مدنی سیاپوستا ما چنین جنبشی رو نداشتیم یک جنبش واقعیه همه دارن درش مشارکت میکنن مطبوعات درش یک نقش عظیمی داشته و به این ترتیب ترامپ رو واقعا فلج کرده واقعا فلج کرده خب این نشون دهنده اینه که اگر ما ابزارها و نهادهای دموکراتیک داشته باشیم در بدترین شرایط هم میتونیم از خودمون دفاع کنیم کما که جامعه آمریکا الان داره این کار رو میکنه جوانای آمریکا الان آخرین نظرسنجی که شده بین جوانای آمریکا بین 80 دیگه در بدترین حالت 60 درصد جوانای بین کسانی که سنشون بین 18 تا 34 ساله به شدت مخالف ترامپ و بحثی که الان بود در آمریکا این بود که حزب جمهوری خواه در واقع با ترامپ خودکشی کرد به دلیل اینکه این آدم هایی که امروز بین 18 تا 30 سالشونه آینده ای آمریکا رو خواهند ساخت و اولین تستش تست که شد پارسال در در آلاباما که سی ساله که دست جمهوری خاص افتاد به دست دموکرات ها و در ویرجینیا در سال 2018 در نوامبر 2018 انتخابات میان دوره ای هستش که همه پیش بینی میکنن حزب جمهوری نابود خواهد شد به خاطر دفاعی که داره میکنه از ترامپ خب ولی در اون طرف قضیه شما شخصیت مثل پوتین رو دارید که به دلیل اینکه اجازه نداد چون پوتین یک فرد امنیتیه میدونید که آخرین کسیه که در رأس کاگه بود البته علتش این نبود که آدم پرسابقه باشه بلکه کسی دیگه نمونده بود این آخرین دفره بود که مونده بود جز و خیلی آدم جسور به معنی حالا بد کلمه است رئیس زمانی که که از آخرین چیزهایی که من خوندم جز زندگیش بود که زمانی که توی آلبان شرقی که اون فیلم که نشون دادیم حمله میکنن فیلم زندگی دیگران دیوار رو تخریب میکنن و توی آلمان شرقی حمله میکنن به سفارت روسیه پوتین در اونجا وابسته نظامی بود در اون سال توی سفارت روس شوروی در آلمان شرقی بیرون هزاران نفر جمع شده بودن که این سفارت رو به آتش میکشن و پوتین از اونجا میاد بیرون به ابتکار شخصی خودش میاد بیرون و خیلی خونسردانه میگه من با شما اما بهتون بگم این تو منتظرن شما بیاین تو و ببندن همه رو به و بهتر که برید از اینجا و میرن یکی از موفقیت های بزرگ پوتین بلوفی که در اونجا میزنه و بعد همین باعث میشه که بعدا بخونن آخرین رئیس کاگبه پوتین یه آدم خیلی خونسرده و شفافیت رو مطلقا از بین برده از طریق در دست گرفتن ابزارهای ثروت و به اصطلاح مطبوعات رسانه ها و غیره و شما می‌بینید که جامعه روسیه هیچ نوع مقاومتی در مقابل پوتین نمیکنه که هیچ و پوتین رو واقعا به اکثریت من میتونم اینو قاطعانه بگم اکثریت مردم روسیه واقعا درش تصویر یک تزار جدید رو بینن که داره نجات میده روسیه رو از فروپاشی و اون قدرت قدیمی روسیه رو داره زنده میکنه خب اینجا ما متوجه میشیم که با هر ابزار خشونت آمیزی کسی به جنگ خشونت بره در نهایت برنده خشونت در بازی خشونت فقط یک برنده میتونه وجود داشته باشه کسی که کارش خشونت به همین جهت هستش که من فکر کنم که این پیام مهمی هستش که در این فیلم هم هست و به نظر من در خیلی از آثار دیگه که کسانی که روی مسئله سیاسی کار کردن ما امیدواریم اینا هم بتونیم پخش کنیم هست که باید از لایه های سطحی مسائل فراتر رفت و متوجه پیچیدگی بسیار شدیدی که امروز در جهان وجود داره در این رابطه بود خیلی ممنون خیلی متشکرم من فقط حالا چون فرصت هم نیست من زمین تایید صحبت آقای اصلانی رو بگم که اولا انفعال یک یکی از بحثایی که ما داشتیم اینه که انفعال یک نوع خشونت ذخیره شده است این چیزی که جامعه شناس دائم میگن ولی فهم این مسئله مسئله ساده نیست یعنی که جامعه‌ای که فرض کنین درش سکوت وجود داره درش کسی صدایی از خودش بلند نمیکنه این خشم فروخورده یک تیپ خشونت ما بهش میگیم خشونت منفی یعنی مثل فنری است که شما فشارش به طرف پایین اتفاقی که میفته اینه که بالاخره دست شما نمیتونه این رو کنترل کنه و این منفجر میشه ببینید مسئله در مورد خشونت من اینجور میتونم میگم که اولم گفتم پس موقعیت های انفعالی اتفاقا موقعیت های بلده. بلده. خوشونت ها میزه زخیره که بعدم منفجر میشه بله بله و مطابق تمام مسئله اینه و اغلب سیستم های من گفتم سیستم های توتالیتر سیستم های اوتو یعنی سیستم های که خودشون خودشون رو نابود نه کس دیگه علتش چی؟ علتش اینه که این توهم که چون من میتونم فنر رو به پایین فشار بدم میتونم در پایین نگهش دارم این یک توهمه که اوتا دیسترکتیوه اگر این فنر رو به تدریج من برگردونم بالا هیچ خطری دستم رو تهدید نمیکنه ولی من برش نمیگردونم بالا به دلیل چی؟ دلیل اینکه دو پارانویا میشم. به همون میزانی که فنر رو به پایین فشار میدم پارانویا در من بیشتر میشه، وحشت در من بیشتر میشه و دانش همیشه این میگن که از ترس مرگ یکی خودکشی میکنه. چون من میترسم کشته بشم، خودم خودم رو میزنم میکشم. این اون سیستم اتودستراکتیوئه. من در مورد مسئله‌ی الان گفتید این مدنیت اتفاقا من به این اشاره کردم اون چیزی که ما رو میتونه نجات بده رشد مدنیته فقط نه چیز دیگه ای. و توهم خشونت در اینه که ما میتونیم مثلا راه صد ساله رو یه ساله بریم و دور بزنیم برسیم به مدنیت همچین اتفاق نمیتونه بیفته یک مثال من میزنم همین الان ببینید روی کردی که جا ما گروهی از اعضای جامعهمون دارن نسبت مسئله ترامپ من فهم کنم که در ایران خب یکی از مشکلات که ما در طول این سالا داشتیم پس افتادن از دنیا بوده یعنی ما مسائل جهانی رو اصلا دنبال نمی کنیم من بعید میدونم مثلا خیلی از این آدمایی که راجع آمریکا بین و هی قش میکنن برای آمریکا یک بار اخبار خود آمریکا رو گوش بدن بدونن اصلا تو رادیو تلویزیون آمریکا چی گفته میشه اینا همش دنبال اینن که مثلا در ایران مثلا آمریکا این رو گفت اون رو گفت اگه مثلا بریم اخبار آمریکا رو گوش کنیم بالاخره خبر دهمش ده باید این باشه نیست خبر دهمش ده هم نیست ببینیم بحث الان ما در آمریکا بدون ادعای بزرگی مطرح بود که ایرانی های آمریکا خیلی اهمیت دارن خیلی اهمیت دارن این یکی از اسطوره هایی است که ان شاء یک دفعه راجبش صحبت ایرانی ها همه چیز آمریکا دستشونه چه میدونم تمام شرکت ها تمام فلان و غیر و غیر خب این همه آدمایی که وجود دارن سوال این بود که یکی از گروه هایی که درگیر قضیه بود سر مسئله همین تحریم ورود خارجی ها ایرانی ها بودن به قول معروف ما اگه از دیوار چیزی شنیدیم از ایرانی ها هم چیزی شنیدیم در آمریکا دریق از یک دخالت در تلویزیون ها در چیز و غیره شاید مثلا این چیزای دور افتاده بوده که مثلا در, در, حالی که سر قضیه پری روز که در آمریکا گفته شد در مورد هایتی از دیروز تا امروز حداقل من شد 20 مورد کسانی رو دیدم که اومدن توی تلویزیون آمریکا و دفاع کردن از هایتی از پدر و مادرشون که از هایتی اومدن آخر مورد همین امروز دم سفیر هایتی در آمریکا که گفت ما به اصطلاح شارژ دفعه آمریکا رو احضار کردیم که توضیح باید بده و این قضیه و من خودم پدرم شفر تاکسی بود و خودم الان سفیر هایتی شدم و اومدم در اینجا تحصیل کردم توی هایتی و غیره از اون بگیرید تا نماینده نماینده هایتی نماینده هایتی نبخشید سناتور یکی از سناتورای جمهوری خواه هست فکر می‌کنم جمهوری خواه آمریکا که چیز هایتی داره هایتی داره تبار هایتی داره که بلافاصله همون شب اعلام کرد و گفت که ترامپ باید معذرت بخواد و ده ها مورد که من دیدم که آمدن و اظهار نظر کردن خب این که در روی از اون طرف قضیه شما الان میرین در سایت هایی که حالا شما زیاد در کامپیوتر نیستین ولی برید توی سایت هایی که به اصطلاح الان دارن از صحبت هایی میکنن در دفاع از آزادی و غیره میبینید که چه برخوردی دارن میکنن مثلا با خانم نیکی هلی که اصلا یک جونوریه که اصلا واقعا باید بگردید پیدا کنید همچه آدمی که در مقابل در مقابلش 132 تا کشور واسطادن بعد از اینکه اعلام کردیم که ما می‌خوایم پایتخت به اسرائیل رو از تل ببریم به بیت المقدس چنان راجب به این صحبت می‌کنم که یک فرشته به اصطلاح نجاته چنان راجب به ترامپ صحبت می‌کنم که ترامپ مثلا یه موجود مثلا هیچکس به ما کمک نکرد هیچ کس از ما ایرانی ها دفاع نکرد جز پرزیدنت ترامپ در آمریکا امروز بجز فاکس نیوز من حالا خواستیم بریم ببینید من رسانه های آمریکا رو ببینید من ام اس ام بی سی رو میبینم پی بی اس رو میبینم دائم هر روز سی این رو دائم میبینم بجز فاکس نیوز هیچ کس دیگه کلمه پریزیدنت رو حتی برای ترامپ کار نمیبره کلمه پریزیدنت رو برای که میگن استفاده از کلمه پریزیدنت برای ترامپ یک توهین به واژه ریاست جمهوری و توهین به پرزیدنسی یعنی ریاست جمهوری میگن یا میگن کسی که الان توی کاخ سفید نشسته یا صرفا میگن ترامپ و... و خب ما در, در این شرایط شما وقت چیزای ایرانی ها رو بخونیم مثلا پرزیدنت ترامپ گفت فلان خب این همون عقب که شما میگین های اصلا یعنی که ما مدنیت نداریم که آمریکایی که در سال حداقلش دیگه اینش مشخصه که در سال 53 توته کرده اومده مطبوعات رشت شما هم نمیدونم خوندین یا نه نمیدونم <applause> اینو خوندین یا نه در اسناد کودتا <applause> که منتشر شدش بله کاریکاتورهای روزنامه های رشت رو در نیویورک میکشیدن علیه دکتر مصدق میفرستادن از اونجا به تهران از تهران میفرستادن به رشت میفرستادن به چه هم تمام شهرستان های مختلف علیه دکتر مصدق ببینید آخه چنین رزالتی رو وقتی کسی داره چنین وضعیتی رو در آمریکا ایجاد کرده که اصلا همه دائم زیر شکن تو آمریکا آخه چنین کسی آخه دلش مثلا با. مثلا ایران سوخته یه ذره آخه شعورم خوب چیزیه ولی خب مسلم وقتی ما اینقدر بیشوریم میگن خلایق هرچه لایق من من واقعا با این شعار موافقم دقت میکنین خلایق هرچه لایق یعنی واقعیت قضیه اینه که کسانی که اینقدر شعور سیاسی ندارن که بتونن شرایط مختلف سیاسی رو درک کنن و بارها و بارها در 100 پن... سال اخیر حداقل اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه کردن به خصوص روشنفکران من اصلا روشنفکران رو کنار نمیذارم جامعه شناسان روشنفکران اون گروه اتهام اونا مقصرترن به نظر من از مردم عادی چون مردم عادی ابزاراشو ندارن که این تحلیل که ما میکنیم علتش اینه که بنده شانس این رو داشتم مثلا زبون خارجی بلدم شانس این رو داشتم توی خانواده به دنیا اومدم 18 سالگی منو فرستادن چون لندن و پاریس و غیره و امروز این همه دسترسی دارم به اطلاعات من اصلا نمیتونم خودم مقایسه کنم با یه جوونی یا با یه آدمی که امروز تو خیابون داره راه میره و هیچ کدوم از این ابزارها رو در دستش نداره مسئولیت ما مسلمان و الان چه کسی در ما رو در این وضعیت قرار داده و با این مشکلات و غیره به نظر من روشنفکران این این بحثی بحث ضد روشنفکری نیست زمانیم. چون این آدما اصلا روشنفکر نیستن به نظر من که ما بگیم حالا ضد روشنفکری من صحبت می‌کنم کسی که از هیچ چیز دنیا خبر نداره و صرفا میره در پشت یک تیپی از اسنوبیسم قایم میشه و تصورش هم اینه که با این اسنوبیسم هر نوع مسئولیت رو در خودش بکشه و هر نوع مسئولیتی رو میذاره به حساب اینکه دیگه دوران ریالیسم سوسیالیستی گذشته به نظر من این کاملا احمقانه است مگه پیکاسو که تا آخر عمرش به لاغر ایده های خودش وفادار بود مگه آثارش ریالیسم سوسیالیستیه بنابراین این هم یک نوع تحمیقه به نظر من که امیدوارم من لاقل گروهی از نویسندگان روشنفکران و غیره بتونن این رو تفهیم کنن که بدون هزینه دادن کاری پیش نمیره خشونت هم ببینید ما چیزی که میگیم من زده خشونت ولی بحثی که ما داریم اینه که نه با حرف من کسی خشونت اعمال میکنه ما یکی از جلسات هم اخیر بود پیش رئیس دانشگاه بوده بودم آقا نه به حرف من کسی اعمال خشونت میکنه نه به حرف امثال ما کسی عدم خشونت رو رعایت میکنه جامعه هزاران اتفاق درش میفته کسانی که تصمیم گیرندن ما بهشون سری توصیه هایی میکنیم اگه اونا عمل کنن احتمال داره که وضعیت مثلا به این سو بره یا به اون سو بره ولی اینجوری نیست که مثلا بنده بیام یه چیزی بگم مردم منتظر بشن حرف منو بشنون من برد ما اینجوری نیست متاسفانه در خیلی از موارد خوشونت تبدیل میشه به تنها راه موجود در جامعه دورکیم قبل از هر کسی اینو گفته میگه انقلاب ها حادترین شکل آنومی های اجتماعی هستند و جامعه هر کار میتونه می می باید بکنه که به اونجا نرسه ولی اگر رسید باید هزینه رو پرداخت کنه مثل جنگ چیزهایی مثل جنگ مثل انقلاب مثل تنشهای بزرگ اینها فقط ما باید توهممون رو نسبت به اینا از دست بدیم من بحثم اینه من بحثم این نیست که ممکن اتفاق بیفته یا نیفته مسئله اساسی اینه که قبل از اینکه جنگ عراق اتفاق بیفته مصاحبه من هست میتونید مراجعه کنیم با روزنامه همشهری قبل از جنگ عراق من در اونجا گفتم میکنم دوازده سیزده سال پیش بود من گفتم در هیچ جایی نمیشه با اره و چه میدونم چکش و غیر مغز کسی رو عمل کرد این جز اینکه بیمار رو بکشه هیچ اتفاقی نمیفته اون موقعی بود که آمریکا میخواست حمله کنه و گروه ابله هم در ایران میگفتن کاش به جای بغداد میومد تهران رو بمبارم کرد این چیزی که من با گوش خودم شنیدم و نمیدونم شما یادتون اون سالا یا نه و میگفتن کاش آمریکا به جایی که بغداد رو بمباران کنه میومد ایران رو بمباران کنه و همه تصورشون چی بود این که بهشت برین میشه مثلا افغانستان و افغانستان از بین رفت به عنوان انتیتی به عنوان یک موجودیت سیاسی عراق از بین رفت سوریه از بین رفت و این کاملا حساب شده است اگر اون فیلم دبلیو رو نشون بدن اون جلسه توی جلسه توی اتاق اونجا اتاق جنگ نیست البته اتاق ریاست جمهوری نشون میده با شرکت دیکچنی با شرکت پاول با شرکت یعنی اینا کسانی که نقششون رو بازی میکنن که اونجا ایران رو نشون میدن و میگن چه برنامه می دارن برای ایران عین چیزهای ترانسکریپشن هایی است که الیورسون در آورده اینا چیزای نیست که اینجوری نیست که بتونه از خودش خیالات ببافه بحثایی است که در اونجا آورده شده و بحث شده راجوش توی اونجا بین دیکچنی و به خصوص بوش و دیگران نقشه است که برای منطقه کشیده شده برای که اینجا رو تبدیل به یک صحرایی بشه حالا اینکه موفق خواهند شد یا موفق نخواهند شد ببینیم بحث ما اینه که ما ذخیره های تمدنی داریم که میتونیم با این قضیه مقابله کنیم اما تمام بحث ما در روزهای گذشته هم این بوده زخیره های تمدنی زمانتی به هیچ کسی در تاریخ نه تا حالا دادن نه از این به بعد خواهند داد یکی از بحث هایی که ما داشتیم همین داستان سوریه ای شدن بود بودیم بله تمام شواهد به ما میگه که در ایران موقعیت سوریه ای شدن احتمالش کم اما بنده به عنوان کسی که تخصص سیاسی دارم به هیچ عنوان زمانت نمیدم که چنین چیزی اتفاق نیفته مگر ما از دولت های بزرگ بین و نهرین در 6000 سال پیش قدرتمندتریم مگه ما از دولت یونان قدرتمندتریم مگر ما از دولت مصر در دوران باستان قدرتمندتریم مگه ما از دولت شوروی قدرتمندتریم مسئله اساسی اینه که مسئولیت عمومی و جمعی و دموکراتیک و شفافیتی که در سیستم وجود داره میتونه یک سیستم رو نجات بده و امیدوارم که اینطور باشه و همه اقلانی رفتار کنم مرسی مرشن سن. مرشن سن.